بله. سلام بابا. جانم پسرم. بابا مامان نمیذاره بیدار بمونم. ساعت 10 پسرم. برو بگی بخوام. ایکس باکس هم رو میخوام. واسهت میارم میذارم تو اتاق خوابت. صبح بیدار شی میبینیش. الان میخوام. مگه من نمیگم؟ گوشی بده مامانت. الو سلام. سلام. بذار میسم بیدار بشه. بیام کادرشو بهش بدم. میدونی ساعت چنده؟ الان کجایی؟ کجا باید باشم؟ دنبال کار. این وقت شب؟ کار که شب و روز نداره شایسته. بذار میسم بیدار بشه. من دارم راه میفتم. بله. الو سلام وحید جون. سلام فرج جون، خوبی؟ بد نیستم. مغازه ای؟ ببین من هول هولکی رفتم دبی، یادم رفت واسه خانمم سوغاتی بخرم. زنارم که میشناسی، الان برم خونه سوغاتی دستم نباشه آویزونم میکنه. میخواستم زحمت بهت بدم یه سری خرت و پرت زنونه واسم جدا کنی من بیام ازت بگیرم. الان میخوای؟ آره دیگه داداش، داشتم تعطیل میکردم. نوکرتم وای جون، مسئله مرگ و زندگیه. باشه، حالا چی میخوای برات جدا کنم؟ فرق نمیکنه، عطر، لباس، کفش، هرچی، فقط مارکدار بشه. اتکتا و قیمت های ایرانیش هم از روش بکن. دمت گرم. باشه، امری دیگه. ببین راستی، اگه لباس بود فری سایز بشه، اگه کفش سایز 39. رو چشم، الان ردیفش میکنم. قربونت، من تا 10 دقیقه دیگه اونجا. باشه، آماده میکنم. دست درم، خدا. بابا دستا به منو ترسوندی. بیا عزیزم، اینم کادری که بهت قول دادم. ببین خوبه نه؟ خودشه؟ آره؟ آره دست درک خود خودش؟ خودشه. آره؟ خب پس بوس بده ببینیم. بوس بده. آها ولی کلا این مال شیجاست. نه میخوام ببینم. نمیشه، خودش باید باز کنه، فردا خودش باز میکنه. قرارمون این نبود مامان. پاشو برو بگی بخواب. مامان یکم میگیرم از دستت قایمش میکنم. میسما برو بخواب پسر، برو فردا بده من. شب بوس. به دست سوخته. بیا اینو ببر. یه چیزی داری بخوری؟ غذات رو گازه. ای کاش بابا تینام امشب شام اینجا بود.
انشالله میارمشون با بزرگ میارمشون. آخ اگه بیاریشون ها کار خیلی بزرگی کرد. انشالله میارم. آره دیگه شما که شب نمیتونیم برین خونه، بمونید همینجا. ما خیلی وقت خونه مامانم داره. یه شب دیگه برید اونجا، امشب بمونید همینجا. تازه خیلی وقت شب تو این خونه هیچ کی پیش بابا نمونده. به خدا نمیخوام بیشتر از این مزاحمتون بشم، تو همینجاشم کلی شرمنده. مرسی جان، ما که از دیدنتون سیر نمیشیم. مهران که در رفت، فقط شما بمونیم پیشمون دیگه. آره عزیزم، همینجا بمونیم، اتاق حمیدم براتون آماده میکنیم، شب اونجا میخوابیم. کجا؟ اتاق حمید دیگه، خالیه، خب اونجا میخوابم دیگه. خوش به حالتون، ما که اجازه نداریم به اون اتاق سر بزنیم. در رو قفل میکنن، کلیدو میذارن تو جیبشون که مبادا خدایی نکرده ما با اون اتاق سر بزنیم. عجب ناکسایم. ببین، کلیدو تو جیبم میذارم برای که تو اون اتاق نماز میخونم، میترسم کلیدو گم کنم. عجب نامردایم. شما هم گفتین من باورمون شد دیگه. مهدی جان باشیم بیان سر سفره، باشیم بیان. چشم. ببخشید بابا بزرگ. بله. سلام آقای نیری. بفرمایید. من ساعت چند اونجا باشم؟ باشه. هم موقع اونجام. خدا نگه دار. بفرم آبوز، بفرم. بفرم. شما زنم یکی شما بفرم. شما بفرم. 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 شما میل کنیم من الان میام خیلی. ببخشید. الو سلام میرون کجایی؟ سلام ببین یه جوری حرف بزن که مامویره نفهمم من دارم با تو حرف بزن ما فکر کنم اصفهانم نه یاری زنگ زد خب خب برای فردا قرار گذاش بریم دفترش فردا صبح دیدی من بهت گفتم خوش یه جا قایم کرده نه بابا گفت امروز تازه از سفر اومده باش ما فردا ساعت ده باش مامویره خوبه؟ آره مامان چیزی به شما نظر نپرسیدی؟ نه همین الان اومده خیلی خوب پس فردا میبینم ات خداحافظ خداحافظ مامان مامان سلام سلام کی اومدی؟ همین الان من از مهدی چه خبر؟ بچ خوبه فردا میاد آره مهنوشه خوابه؟ آره خسته بود خوابش بود ساعت چند مهران؟ ساعت 11:10 ای بابا نیست شب شد این دختره پیداش نشد کی؟ ارسطو زنده داشته هیچ میدونی این مدت که میرفته از خونه بیرون کجا میرفته؟ کجا؟ خونه منیریه پیش هما خانم بس بچه؟ نه خیر به بهانه بچه اگه قصه دکتر بود که تو خیابون خودمون هست گشته گشته هما رو پیدا کرده که منو اذیت کنه بی خیال ما اگه پرستو هستم چه آدمیه؟ یه حرف میزنیه؟ نه اصلا همچین آدمی نیست بی خیال بی خیال گشته هما رو پیدا کرده آره؟ اما همه از خودش و دکترش آشنا به شما میگی بره پیش غریبه اه. سلام بابا ببخش راحت میشه میگم مهران بیا یه زنگ بزن ببین دختره کجاست برو ورش دار بیار صبح مهدی بیاد ناراحت میشه ببینه نیست اون ساعت 11 شب آخو شما یه حرف میزنی من زنگ بزنم چی بگم خب به موبایل زنگ بزن من زنگ نمیزنم سلام سلام محسن به مهران بگو یه زنگ بزنه ببینه این دختره کجاست صبح مهدی بیاد ناراحت میشه ببینه زنش خونه نیست مگه خودت نگفتی دیگه نیاد اینجا خب اگه میخواد نیاد باید با اطلاع مهدی باشه همینجوری که نمیشه ماما این وقت شب به هیچ کی زنگ نمیزنم اه بعده دیگه وقت الو من زبونم مو در آورد بهش بفهمونم که تو این اتاق نرن بازم از راه که میرسن میچپن تو این اتاقه با این حساب این اتاقه بده به مهرنوش و مهران دیگه
منم هرچی میگم تو یه چیزی بگو. اون چرا انقدر سر صدا میکنی؟ خوابیدم و بدبختی داری فرد دانشگاه دارم جه اتاق نداریم از اون خونه. مهران آقا من میگم بدونی که مهدی بفهمه این سند رو بردار بیار میدینی یارو کارمون که انجام شد بی سر صدا میذاری سر جاش دیگه. بریم کلاه یعنی دزدی کنیم دیگه ها؟ ای بابا تو هم حالا ای بابا نداره دیگه برداشتن سند بدونی که مهدی بدونه عین خود دزدیه. راستی آقا این یارو دفتر درستابی نداره با موبایل کاراشو میکنه. تو از کجا میدونی؟ اون روز تو رستوران شما که رفتیم بیرون حرف بزنی بهش گفتم آقا آدرس شرکتت کجاست؟ گفتم از 3 تا خط تلفن دارم با اینا کارامو میکنه. دفتر میخواد چیکار کنه؟ دفتر گرفتن کلی خرج داره آقا جون. برو بابا تو هم چون خودش یارو رو معرفی کرده همه کاراشو تایید میکنه. آدمی که از این کارا میکنه باید آدرس ثابت داشته باشه آقا مهران. هیچ کدوم از آدمایی که این کارا رو میکنن نه دفتر دارن نه آدرس ثابت. چرا؟ چرا نداره؟ دارایی، مالیات، شهرداری، هزار تا درد دیگه میاد سراغش. جانم. یه دقیقه گوشی، گوشی پشت ماشینه. جانم. آره بابا امروز زنگ زدم. نه دوباره گفتن جلسه داره. بابا موندم چیکار کنم؟ خب چی میگفتم؟ شماره میدادم میگفتم میخوام بیام خواستگاری با من تماس بگیری. خب همین میشه دیگه. نه بابا امروز عصر دوباره زنگ میزنم ولی اگه دیگه جوابمو نده میام از مامانت خواهش میکنم اون بابات صحبت کنه. آره اینجوری بهتره دیگه. ببینم تو دانشگاه میری؟ خیلی خوب باشه. منم باید با مهتی برم یه جایی کار دارم. باشه باشه. نه یادم نمیره زنگ میزنم باز. خدا ببخشید آقای فانی، آقای فرهمند اومدن، بگن بیان داخل. بفرستشون بیان. بگم آقای نیری هم بیاد. هیچکی نیاد، فقط یه سری چایی بگو بیارم. بله چشم. بابا سلام علیکم. بفهم، بفهم. خیلی سلام علیکم. مفتزی خیلی خوش اومدی. خیلی خوش اومدی. سلام آقا حسون ستی خوبی؟ خیلی خوش اومدی. بفرمی در خدمتی. خواهش میکنم. حاضر نباشی. خواهش میکنم در خدمتی. آقا زحمت نکشی. خواهش میکنم. الان چای هم میارم. دست شما درد نکنم. ببخشید من. خواهش میکنم راحت بشم. بفرم. خواهش میکنم. آقا ما هر طور که شما بگین شرمنده تون شدیم. یه حرفی زدیم نتونستیم پاش بایستیم. ولی کاش آقای فانی حداقل به ما میگفتین که ما چکونه میبردیم بانک. سلام علیکم. سلام.
آقا فرش، بذار من خودم ترتیبش میدم. چشم بابا. دستشون رو در بردیم. با عزت اونم. من خودم هم خبر نداشتم. یعنی به حساب خودم مجوریم کافی بود. ولی توی این مدتی که نبودم، این حساب داره ما یه خبطی کرده بود. یه دونه پولی رو بدون اینکه به ما بگه، برداشته بود، ریخته بود به یه حساب دیگه، بی خودی. برای همین این اتفاق افتاد. عجب. البته مطلبی نیسته ها. من چند روزه چکتون رو پاس میکنم. اصلا زیر 10 روز باید پاس کنم که حساب خودم هم خراب نشه. راستش آقای فانی، من که قبلا هم خدمتتون عرض کردم، من چون بدهی دارم نمیتونم صبر کنم. مگه با اون 200 تایی که بهت دادم قرضتو ندیدی؟ یه بخششو، ولی بدهی من خیلی بیشتر از این حرفاست. الانم خیلی تحت فشارم. میدونم. گفتم که شرمنده ام. اما اتفاقی که افتاده، قول بهت میدم 3-4 روزه کارتو راه بندازم. اگه میتونستم حرفی نبود صبر میکردم، ولی اصلا امکانش وجود نداره. ای بابا، آقا مهدی، صحبت فوق سر یه هفته فرصته. انقدر سخت نگیر. بله، همین 3-4 روز و یه هفته است که باعث میشه آخر سر بکشه به ته ماه و آخر سال. و خیلی خوب، واسه اینکه خیال شما هم راحت بشه، من سود این 300 میلیونو تا زمانی که چکم پاس بشه مطابق عرف بازار حساب میکنم بهتون میدم. اینجوری هر چقدرم دیرتر چکم پاس بشه به ضرر خودم. آی فانی عزیز، من تا الان از این پولو خوردم نمیخورم. تا الانم باید فهمیده باشه من دنبال ضرر و زیان و سود و پول و اینجور چیزا نیستم. دنبال اینم که بتونم دینم زودتر به مردم ادا بکنم و کار و زندگیم زودتر رو برا کنم. ای بابا، آقا مهدی شما مرغ دیه پادره ها. میگم ندارم الان. خب شما میتونین از یه کس دیگه این پولو بگیرین، چک ما رو پاس کنین، بعد همون سودی که میخواین بدین به ما، بدین به اون. من یه نصیحتت بکنم جوان، وقتی با بزرگترت میای بیرون رو حرفش حرف نزن. من هیچ وقت رو حرف برادرم حرفی نمیزنم. اینی هم که گفتم حرف خود برادرم بود، غیر از این نداداش. راستش آقای فانی، کارگاه مال مهرانم هست، یعنی در حقیقت مال کل خونه بود. واسه همین من خدمتتون عرض کردم حق ندارم تنهایی راجبش تصمیم بگیرم. واسه همینه که نمیتونم صبر بکنم. خیلی خوب، شما میفرمایید چیکار کنیم؟ شما باید بگید ما چیکار کنیم. آقا بهتی، من شرمنده ام، ولی من تا 10 روز دیگه نمیتونم این چک رو پاس کنم. شما که الان گفتین فوقش تا یه هفته که. الان مشکل سر 3 روزه؟ بله، من که خدمتتون گفتم همین 3 روزاست جمع میشه، میرسه آخر ماه و آخر سال دیگه. آی فانی، روز اول که من عرض کردم چکی نمیفروشم از همین ماجراهاش میترسیدم. بله، اما وقتی 50 میلیون تومان به قیمت ملکتون اضافه شد ترستون ریخت. ما زیر قیمت گذاشته بودیم که سریع فروش بره، ولی قیمت واقعی اون ملک حتی بالاتر از اون چیزیه که ما با شما قولنامه کردیم. نه، وای فانی حق دارن، من طمع کردم. آدمی زاده دیگه اشتباه میکنه. الان واسه این که اشتباه هرچه زودتر جبران بکنم، میخوام با اجازتون از فردا کارگاه رو بذارم بونگو واسه فروش. شما که کار خودتو میکنی؟ این با اجازه هم که گفتی تعارفی بود دیگه. نه خیر، اخلاقی بود. وگرنه شما هم اول که فرمودین اگه یکی از چکاتون پاس نشه قولنامه فسخه. الان هم که شما به تعهداتتون عمل نکردین، پس هم شرعن هم قانونن قولنامه بی‌اعتبار. قولنامه دستنویسی که یکی از شاهداش پدرت بوده، یکی از شاهداش برادرت، از همون اول هم اعتبار نداشت. آقا مهدی، من اگه 200 میلیون تومان پول به شما دادم رو حساب اعتبار خودتون و پدرتون تو بازار بود، نه رو حساب اعتماد به قولنامه. آقای فانی، شما خیالتون راحت. من به محض اینکه کارگاه رو بفروشم 200 میلیون شما رو تمام کمال پس میدم. نمیشه بگم. خوب شد اینو گفتی. آخه همش داشتم فکر میکردم با این توپ پری که شما داری نکنه اون 200 میلیون رو بزنی پای خسارت و یهو پس ندی. اینی که گفتین همچین چیز خنده‌داری هم نیست. شما واقعا ما خسارت زدیم، ولی ما اهل خسارت گرفتن نیست. مرد حسابی،
200 میلیون تومن پول بهتون دادم، قرض و قلاتون رو دادین، ملک هم در اختیار خودتون بوده، الانم که میخوام بفروشین به یکی دیگه، بابت چی باید خسارت بدم؟ ببین نه فانی، تو اون روزایی که شما رو علاف کردی امکان داشت یه مشتری پیدا شه، بیاد جلو دست به نقد باشه، پای حرفش هم وایسه. اونجوری دیگه پول ما هم تو جیبمون بود، به این گیرو گرفتم نمیخوردیم. از این شایده مشتری در نمیاد. ببینم آقا متی، راستی راستی نکنه فکر کردی زیر این 10 روزی که من ازت مهلت خواستم یه مشتری دست به نقد پیدا میکنی و ملکتو رد میکنی میره که اینجوری داری با من چونه میزنی؟ اگه خدا بخواد پیدا میکنی. ببینم نکنه اصلا با اون پولی که از من گرفتین بدهیاتونو دادین هم فروش ملکتون منصرف شدین ها؟ برگشت کردن چک منم یه بهونه بوده که بزنی زیر همه چی. این چه حرفی آقای فانی، من که خدمتتون عرض کردم بدهی من خیلی بیشتر از این حرف است. من اگه بخوامم نمیتونم کارگارو نگه دارم. خیلی خوب، خیلی خوب. پس اگه اینجوری رو داری راست میگی یه قراری میذاریم. آقا چک من باشه دست خودت. اگه زیر اون 10 روز مهلتی که من ازت خواستم ملک تو فروختی که بفروش پول منو بده. اگه نتونستی بفروشی و منم چکمو پاس کردم معامله اون سر جاش. خوبه؟ اگه رو چکای بعدیتون دوباره ما به همچین مشکلی خوردیم چی؟ شما چایی تو بخور. میلنده من توی این ماه انقدر قرار پول دستم بیاد که به احتمال زیاد قرار میزنیم با همدیگه بریم محضر. کل پولتون رو بهتون میدم. تاریخ‌های شما هی داره عقب میافته. شما اول گفتین 3-4 روز، بعد گفتین 1 هفته، بعد گفتین 10 روز، حالا رسید به یه ماه. آقا قبول، اگر من تونستم تو این 10 روز ملکو بفروشم که هیچ، اگر نه شما پولتون آماده شد و چکو پاس کردین قول و قرارم سر شد. بفرمایید چای تو یخ کرد. ببخشید خانم با اجازت. به سلامت. اشتباه کردی. این از اون آدم هست که با جیب خالی میشینه معامله گنده گنده میکنه. خب نباید قبول میکردی. چی کار باید میکردم؟ من نهیدی چی گفت؟ الان اگه ما قبول نمیکردیم فکر کرد چکشو بهانه کردیم که معامله رو به هم بزنیم. خب فکر کن. من که تعهد ندادم ملک رو نفروشم. همین الان میرم بانکو ملک رو میذارم واسه فروش. انشالله یه مشتری خوبم زود واسش پیدا میشه فروش بره. فانی هم اگر اینجور آدمی باشه که تو میگی باید میدونم این چند روزه بتونه پول جور کنه. چطور مگه چیزی شده؟ من نمیبینه همش تو خودش بنده خدا چقدر تو خونه کار بکنه. بعد سریعتر یه جایی پیدا بکنم این بزنه بیرون. وقتی هم تو خونه کار میکنه که مامان داره مدام بهش بر میزنه. اونم حق بره البته. داداش خونه میری؟ نه یه سر میرم کارگاه بعد میرم خونه. چطور مگه؟ اگه جایی میخوای بری من پیاده میشم. نه بابا اصلا. تعارف نکنی؟ نه. میدونی من هر موقع درد سر دارم گیر و گرفتارم میام سراغت. بزن بقل ببینم چی شد. بزن بقل. خب تعریف کن ببینم چی شد. باش من هر دفعه با مامان صحبت میکنم، هر دفعه میخوام یه چیزی رو بهش بگم، هی میگه نه، هی میزنه تو ذوقم. چی میخوای بهش بگی که نه میگه؟ بابا میخوام ازدواج کنم، هر دفعه بهش میگم میگه نه دیگه. بس نه آورده. آره بعد من نمیخوام الان ازدواج کنم عروسی بگیرم که فهم میخوام حلقه برم خیالم راحت شه. حالا کی هست؟ کی که دختر آقای اصلی همسه قدیم هم. خیلی خب من با مامان صحبت بکنم، تو نگران مامان نباش. خیلی من آسجیزی. خیلی خب من همینجا پیاده میشم یه تاکسی میگیرم بعد یه سر به شوکی بزنم میگم کارگاه رو دوباره آگهی بکنم. نه خب خودم میرسونم. خره کجا منو برسون، میخوای جریمه چی؟ فعلا خدا. بله
سلام، ببخشید نازنین خانم تشریف دارن؟ نازنین جون با شما کار دارن. کیه؟ یه آقایی با دست گله. سلام، تو اینجا چی کار میکنی؟ نه ترس بابا، اومدم با مامانت صحبت کنم. مهران اوضاع رو خراب نکن، اگه با اون بفهمه تنها اومدی اینجا ناراحت میشه. نه ترس، اونجوری ناراحت نمیشه. تو شوخیت گرفته نه؟ نمیخوای تعارف کنی بیام تو؟ نازنین من هر دفعه زنگ زدم به بابا تو جلسه بوده، یا واقعا انقدر سر شلوغه که نمیتونه جواب تلفنو بده، یا من میدونم الان زنگ زدم دیگه کارم چیه ها؟ بعدم اومدم با مامانت صحبت کنم. بالاخره با مامانت صحبت کنیم، راضیش کنیم، مامانت بهتر میتونه با بابا صحبت کنه ها؟ مامانم گفت اول باید به بابام بگیم، اگه خبر نداشته باشه ناراحت میشه. اتفاقا من فکر کنم خبر داره، بگه جواب تلفنو میداد دیگه. از کجا باید بدونه؟ با من مشیر زنگ زدم گفتم کار خصوصی دارم دیگه، واضح‌تر این باید بگم. مهران من میدونم بابام ناراحت میشه. نازنین من الان نیومدم برای خواستگاری که، اومدم فقط اجازه بگیرم. مگه مامانت نگفت قبلش اجازه بگیرم ها؟ بابا اگه باباتم ناراحت شد میگم من چند بار زنگ زدم شما جواب تلفن ندادین. نازنین به من اعتماد کن، مامانتو بندازیم جلو بهتر. اخم نکن دیگه. نیام تو؟ معصوم خانوم جانم، مامانم کجا؟ اتاقشونم. لطف کنیم این دستگل ازشون بگیریم. چشم. سلام عرض، بفرم. شما بفرم تو سالا، الان مامانم میان. بیچشم. مهران اگه چیزی گفت ناراحت نشی، من که بهت گفتم این راهش نیست. چرا باید ناراحت بشم؟ بالاخره ما باید حرفامون رو بزنیم دیگه. نازنین جفتمون از این موشگاروازی خسته شدیم دیگه. بالاخره ما باید بدونم شرایطشون چیه یا نه. تا ما نگران نباش. برو مامانت زنگ کن. برو. سلام. سلام، من مهران فرهمند هستم، فقط امیدوارم مزاحمتون نشده باشم. نه خواهش میکنم، فقط کاش اطلاع میدادید ما برای پذیرایی آماده میشدیم. واقعیتش من چند باری با آقای اصلی تماس گرفتم اما موفق نشدم باشون صحبت کنم، مثل اینکه سرشون خیلی شلوغ بود. واسه همین به نازنین خانم گفتم که اول بیام با شما صحبت کنم. نازنین میدونست شما میاین؟ نه من نمیدونستم. نه ایشون در جریان نبودن، من یه دفعه تصمیم گرفتم بیام. عرض کردم خدمتتون که با آقای اصلی خواستم صحبت بکنم نشدش، واسه همون گفتم بیام خدمتتون شرایطمو بگم. دیگه راه دیگه ای هم نداشتم. خواهش میکنم بفرمایید بشینین. به هر حال ببخشید که وسیله پذیرایی ما کامل نیست. نه خواهش میکنم، من یه کوتاه فقط وقتتون رو میگیرم و دیگه رفع زحمت میکنم. البته میدونم اینجوری سرزده اومدن کار درستی نیست، ولی باید حتما باهاتون صحبت میکردم. خواهش میکنم. معصوم خانم، بی زحمتون ظرف شکلات رو بیار، یه چای تازه دمم به ما بده، آشپزخونه رو جمع و جور کن، سالن باشه واسه بعد. ما روزای سه شنبه مستخدم داریم. آخ ببخش، من شرمنده اصلا نمیدونستم. غرض از مزاحمت خانم اصلی، میخواستیم اگر میشه شما با آقای اصلی صحبت کنین، ایشون راضی بشن که من نازنین خانم با هم نامزد کنیم. یعنی نازنین خانم به من گفتن که شما رو اینکه ما بیرون از دانشگاه هم دیگر ببینیم خیلی حساسین، که البته من به نظرتون کاملا احترام میذارم و حق میدم. میخواستیم این قضیه رسمی شه که دیگه ما هم خلاف نظر شما کاری نکرده باشیم. من به نازنین قبلا هم گفتم اول باید با پدرش صحبت کنه. خب میخواستیم اگر بشه من از شما میخواستم خواهش کنم که شما از طرف ما با ایشون صحبت کنید.
آقای فرهمند، پدر نازنین ممکنه یه سوالاتی داشته باشه که من جواب هیچ کدومو نمیدونم در مورد شما. تنها چیزی که ما از شما میدونیم اینه که با نازنین یه دانشگاه میرید. خب هر سوالی دارین از ما بپرسین، من در خدمتتونم. اصلا مگه شما الان درس نمیخونید؟ چه عجله ایه؟ چرا صبر نمیکنید درستون تموم شه؟ ببینید، به خاطر مشکلاتی که الان برای خانواده ما پیش اومده یه مقدار الان شرایطمون به هم ریخته است، ولی من میخوام رو پای خودم وایسم. واسه همین میخواستم ازتون خواهش کنم اجازه بدین این قضیه رسمی شه تا منم خیالم از طرف خانواده شما جمع بشه. یعنی چی جمع باشه؟ نازنین اگه شما رو میخواد منتظر میمونه تا مشکلات شما برطرف بشه. بله، ولی من گفتم اگر خانواده شما در جریان باشن و خبر داشته باشن، ما دیگه اینجوری راحت‌تر میتونیم همدیگه رو ببینیم. من امروز اومدم اینجا نظرتونو بدونم، شرایطتونو بدونم چیه. البته اینم بگم، ما شرایطتون هر چی باشه من چشم بسته قبول میکنم. ما شرایط خاصی نداریم آقای فرهمند. پس میتونم ازتون خواهش کنم با آقای اصلی صحبت کنین، چون شما تنها کسی هستین که میتونین نظر آقای اصلی رو جلب کنین. پدر نازنین با این مسئله که دختراش تو عقد بمونن مخالفه. شما هر شرطی بذاری من قبول میکنم. اصلا عقد میکنیم، تا وقتی هم که عروسی نگرفتیم من اصلا اینجا نمیام. آقای فرهمند، من این فرم خواستگاری رو قبول ندارم. بالاخره شما باید خانوادتونم بیارید. بله میارمشون. من فقط الان اومدم برای اینکه اجازه بگیرم برای خواستگاری. شما چرا درستتون رو ول کردین؟ نازنین به من چیزی نگفته. دختر دیگه من تو همون دانشگاه که شما درس میخونین درس میخونه. اون بهم گفته. واقعیتش من احساس کردم درس خوندن به دردم نمیخوره. اگه بعد از مدتی در مورد ازدواج رسونم به این نتیجه رسیدین چی؟ نه، اصلا این دوتا مقوله کاملا جدا از همه. آدم چطور میشه راجع به ازدواج به همچین نتیجه‌ای برسه؟ چرا نمیشه؟ کافی یه نگاهی به دور براتون بندازین. ازدواج اگه از روی اصولش انجام بشه، این وضعیتی که الان میبینین به وجود نمیومد. ببینین، من الان خودم میخوام که با نازنین خانم ازدواج کنم، اما درس خوندن خواست من نبود. من به احترام مادرم رفتم دانشگاه. چرا به احترام مادرتون تمامش نمیکنین؟ اینجوری تمام وقتم گرفته میشه. مگه الان مشغول چه کاری هستین؟ دست شما درد نکنه. ممنون. ممنون از بخواهی. فعلا که هیچی، ولی دارم تازه شروع میکنم. خانم اصلی، به من اعتماد کنید. بهتون قول میدم من نازنین خانمو خوشبخت کنم. باشه آقای فرهمند، من با پدر نازنین صحبت میکنم. پدر نازنین آدم سختگیری نیست، اما چون دوست نداره ناراحتی بچه‌هاشو ببینه از اول شرایطشو میگه. من فکر میکنم این بهترین کاره. از قدیم گفتن جنگ اول بهتر از صلح آخره. من بهتون قول میدم برای خوشبختی نازنین خانم هر کاری بکنم و از هیچ کاری هم دریغ نکنم. بفرمایید، چایتون سرد نشه. اوه، پس خلاصه دلو زدی به دریا و رفتی خونه‌شون. آره، ولی نمیدونم کار خوبی کردم یا نه. تو که گفتی مادرش ازت خوشش اومده. آره بابا، اتفاقا مامانه با هم مشکلی نداشت، ولی اینجوری که بوش میاد مثل اینکه اصلی آقای اصلی. مهمترین چیز واسه باباها اینه که دومادشون بد اخلاق نباشه و یه کاروبار درست درمون هم داشته باشه. تو که بد اخلاق نیستی خدا رو شکر. اینمونه کارت، اونم اگه این وام جور میشد حل بود دیگه. بهت قول میدم اگه چپت پر باشه و به عنوان تاجر بری جلوش، بی قید و شرط قبولت کنه. تاجر؟ چرا میخندی؟ فکر میکنی تاجرها چطوری تاجر شدن؟ همشون که ارث پدری نداشتن که. خیلی هاشون با امثال مثل این معماریان زد و بند کردن، یه وام قلمبه سلمی گیرشون اومده، با همون خودشونو بستن. باور کن. سیاوش، اگه داری این حرفا رو میزنی که من پاشم برم سند کارگاه رو بپیچونم بردارم بیارم، سخت در اشتباهی. چون مهدی ما میدونه من دنبال سندم، چهار چشمی موازه بشه دیگه، دستم بهش نمیرسه. یه نقشه دیگه دارم، یه نقشه دارم که مهدی با دستای خودش سندو بیاره بده به معماریان. چطوری؟ ها، سعیدو که میشناسی. سعید کدوم سعید؟ سعید فرشپور دیگه، باباش بونگا املاک داره. آها، تازگی ها رفته تو بونگا بر دست باباش وایساده. به سعید میگیم که به مهدی زنگ بزنه بگی یه مشتری خیلی خوب برای کارگاه داره. معماریان هم میفرستیم جلو و بهش میگیم قیمت کارگاه رو بی قید و شرط بدون چک و چونه قبول کنه. اینطوری مهدی رو میکشونی پای معامله. تو بابای سعید هم خواهی چیکار کنی؟ آها، فکر اونجاش هم کردم. یه وقتی قرار میذاریم که باباش تو بونگا نباشه. تا اینجاش که مشکلی نیست و همه چیزم واضحه. خب
به معماریا میگیم یه چک به مبلغ کل قولنامه واسه 10-15 روز دیگه بنویسه و سعیدم بره استعلاما رو بگیره بده دست مهدی. معماریانم متعهد میشه که چی؟ وقتی استعلاما اومد چک رو پاس کنه. مهدی دیگه قبول نمیکنه چکی بفروشه. ضرر و زیان میذاریم که مهدی راضی شه. به ازای هر روز تاخیر 500,000 تومان ضرر و زیان و جریمه میذاریم. خب بعدش چی؟ آها بعدش 15 روز بعد که معماریان کارهای وامو کرده سندم که هیچی توش نوشته نشده رو میده دست کی؟ میده دست سعید. سعید هم میده به مهدی میگه آقا جون پولش جور نشده خریدار 7.5 میلیون تومان هم خسارتش میشه. جانم این نقشه خود تنها کشیدی. چشه؟ آخه مرد است ببین سعید قبول میکنه این کارا رو برای ما بکنه نه معماریان. چرا نکنن؟ کار غیر قانونی که ازشون نمیخوایم که. ته تهش اینه که یه خریدار پولش جور نشده میخواد قولنامه رو فسخ کنه. مثلا یارو اسمش چی بود؟ فانی. منتها فرقش اینه که معماریان خسارت هم میده. معماریان ما میدیم. هم سعید هم معماریان پولکن. یه 2-3 میلیون میریزیم کف دست سعید. معماریان هم همچین یه نمه پورسانتشو میبریم بالا جفتشون راضی میشن. آقا جون مهدی با یه چک نمیاد بشینه پای قولنامه سندم بده دست معماریان که. سندو دست معماریان نمیده. سندو میذاره بونگا یه جای امن که استعلاما رو بگیرن. شک نکن. به نقشه من شک نکن. به سعیدم میگیم از معماریان تعریف کنه بگه آدم خوش حساب و مایه‌داریه که مهدی هم خیالش راحت شه. بابا مهدی اگر فکر کنه 15 روز دیگه قرار پول کل کارگاه یه دفعه بیاد دستش قبول میکنه دیگه چرا قبول نکنه؟ بابا من اصلا نمیتونم همچین کاری بکنم. مهدی بفهمه من خجالت آب میشم. آخه چرا بفهمه؟ تو سند که چیزی نوشته نمیشه. از کجا میخواد بفهمه؟ ببین کل ضرر مهدی تو این ماجرا اینه که 15 روز دیرتر کارگاهشو میفروشه و 7.5 میلیون هم خسارت میگیره. ما هم فوقش با 10-15 میلیون کمتر به واممون میرسیم. ببین آینده رو اونجوری که دلمون میخواد میسازیم. حالا از من به تو گفتم بود. سیاوش بیخیال. من به داداشم کلک نمیزنم. اوف. خیلی خوب. پس از من به تو نصیحت. فکر ازدواج با خانم اصلی رو که کلن از ذهنت بیرون کن هیچی. چون من هم اگه جای بابای دختره بودم دخترم و دست یه آدم یه لاغبای بیکاری که هنوز که هنوز پول تو جیبش از داداشش میگیره عمرن نمیدادم. یعنی عمرن. سلام چطوری سمانه؟ سلام مهنوشا خوبی؟ امروز دکتر یزدانی واسه ما کلاس فوق‌العاده گذاشته. میتونی امروز بیای شرکت جای من بمونی؟ من بیام؟ آخه من که اونجا اصلا هیچ کاری بلد نیستم. خیالت راحت باشه من همه کارا رو کردم. فقط بیا شرکت که یکی جای من باشه. خب باشه میام. باشه پس من منتظرتم. قربونت میبینم. نمیبینم دیگه تو میری من میام. تا قبل 3:30 برسی یا؟ خدافظ. خدافظ. خدا رو شکر قبول کرد. یعنی چیه که دیگه جاد وایسه؟ چطور اینو قبول میکنه؟ قبول کردن دیگه. اصلا از این دختر خوشم نمیاد. آمیا سری. سلام. سلام عزیزم. همسرم هستم. سلام خوب هستی؟ مهندس روحی هستم؟ نه خیلی هنوز نیومدم. خب پس مهمون اطراف یه اتاق من کارت دارم. چشم. باشه باره دیگه. چرا؟ مگه کار نداری؟ میرم حالا. زشته. یه وقت فکر میکنن شوهرم بیکاره. اینجا همه کارمنداش زنن دیگه ها؟ مگه آرشگاه زنون هست که همه زن باشه؟ جواب سربالا به من نده. سوالی عجب غریب نبار. جواب سربالا هم نشده. آمده شو؟ بله. بفرم. شما که فعلا هستی؟ بله هستم. شاید بخوام یه تغییراتی توش بدم. این دیگه کی بود؟ آرشی کاراشو میاره برای تو؟ یعنی چی؟ مدیر تحقیقاته. پس کارشو واسه کی ببره؟ تو کی گفتی قراره منشی مدیر عامل بشی که؟ من کی گفتم؟ گفتم قرار تو بخش مدیریت کاراشون رو انجام بدم. ایشون هم مدیر تحقیق در بازار دیگه.
برای چی بی خودی اینطوری خودتو ناراحت میکنی؟ بکن بابا. اسماعیل تو رو خدا اینطوری نکن. میدونم از کار کردن من خوشت نمیاد. ولی فقط به خاطر که یه مقداری پول جمع کنم میام سر کار. پاشو بار سر کارت. عصری بیا دنبالم. با هم بریم بیرون. چیه؟ مزاحمتون شدم؟ یواش. تو اون روز اون یارو مهندس کیه؟ روحی رو نشون من میدی؟ میگم تو اون روز اون یارو رئیس شرکتتون کیه؟ اون رو نشون من میدی؟ میگی من باید واسه این کار کنم. اینا دیگه کیان میرن میان؟ این حرفا چیه میزنی اسماعیل؟ به اونای دیگه میگم براتون کار نمیکنم؟ فقط باید برای مدیر عامل کار کنم؟ آره؟ باشون رو لوازی نکن. اینجوری باشه که باید تو با کار کل آدم های اینجا رو باید تو انجام بدی که اونا میگن نمیشه کار نمیکنی بفرما بیرون. و درک بی بیرون همه جا همینطوریه. من که نمیتونم انتخاب کنم. میگم واسه تو کار میکنم واسه اون یکی کار نمیکنم. برو بابا. اسماعیل من چی بگم تو چی بگی؟ خانم یاسری. بله. مهمونت را؟ بله. کار مهندس وقت انجام شد؟ بله. خیلی خوب بیا کارت دارم. این متن رو بگیر برام تایپش کن. چش پرینت بگیر آماده کن. منتظرم. بله. خدافظ. کجا داری میری؟ سامان کار داره به من گفته به جاش برم شرکت. مگه قرار نبود بیای با من بریم خونه خالت؟ وای خاک به سرم اون یادم رفت. پریروزم دیر کردی نتونستیم بریم. حالا دستمون دلخور میشن. زنگ بزن به سامان بگو نمیای. نمیشه مامان. ای چطور میتونی به من بگی نه؟ به اون نمیتونی بگی نه؟ آخه خیلی خوب بابا ولم کن مهرنوش نمیخوام بیای. خوبه؟ مامان اگه من نرم سامان از کار بیکار میشه. گناهدار دختر داره واسه جهیزیهش پول جمع میکنه باشه؟ ولم کن بابا تو هم. آخ جون مهدی اومد. دیگه خونه خاله اینا نمیریم. خودم به زنگ میزنم میگم فردا میریم. زنش هم همراهشه؟ نمیدونم ندیدم. خدافظ. سلام. سلام. میدونی زنت کجاست؟ یعنی چی؟ میدونی رفته پیش عمه هما؟ تو خونه منیریه؟ آره بهم گفته بود. یعنی تو هم موافقت کردی؟ مامان به موافقت من نیازی نداشت. اون میگه پیش عمه هما راحت تره. مادر بچه اونه. اون باید تعیین کنه دکترش که منم هیچ دخالتی نمیکنم. یعنی چی راحت تره؟ این همه دکتر تو این شهر هست. پیش اون راحته؟ خب میگه پیش عمه هما راحت تره. من چیکار کنم؟ سلام بابا. سلام. سر از اصفهان درآوردی؟ بله اونجا با یکی قرار داشتم. الان کجاست؟ ببینم مگه تو بهش نگفتی دیگه نیاد اینجا؟ برای که میگم. آره من گفتم. برای که میخواد پای اونا رو توی خونه باز کنه من دلم نمیخواد. موضوع رو عوض نکن مامان. بهش گفتی اینجا نیاد یا نگفتی؟ آهان پس بفرمایی شما که رفتین درساتون رو گرفتین بعد اومدین اینجا. درس چیه اکرم؟ شما دیروز خودت بهش گفتی دیگه نیاد اینجا. بابا من عصبانی بودم یه چیزی گفتم. حالا شما هم هی دستک و دنبک بکنینش. خیلی خوب. مگه نمیگی عصبانی بودی؟ من شب میرم دنبالش میارمش اینجا. خوبه؟ مهدی جان بهش بگو. بگو که چقدر اذیت کردن اینا تو رو. از اون کشیده ای بگو که اون دست شکسته در تو گوشت هنوز درست حسابی نمیشنوه. این همه خوبی بهت کردن هیچ کدومش یادت نیست. فقط اون چکه یادت مونده نه؟ کدوم خوبی کردن تو بگو. اینکه کارگاه دو دستی تقدیم ما کردن، اینکه بابت همون چک بارها عذرخواهی کردن. کارگاهو تقدیم ما کردن؟ والا شق القمر نکردن. دو برابر پول اون کارگاه و حمید برد. خونه هم که به هما رسید. اونم حق تو بود. بعد این همه سال هنوز سر پله کینه و کدورت هستی. سرگیا یه غلطی کرد. بابام هم از اون خونه انداختش بیرون. نمیتونست بکشدش که. انداختش بیرون؟ پچی؟
خب شما بگو، مگه سریا بعد ما هم خونه نرفت؟ نه خیر، شما خودت گفتی که سریا ناراحت شد از اینکه کارگاهو به تو دادن، خودش رفت بیرون. این حرفا چیه؟ کی همچین حرفی بهت زده؟ خودت گفتی، گفتی سریا ناراحت شده از اینکه کارگاهو به تو دادن، تو هم مجبور شدی که چه می‌دونم ماهیانه یه چیزی بهش بدی. اون قضیهش فرق می‌کرد. سریا اصلا تو کارگاه سهمی نداشت. اون کل سهم الارث پدریشو از بابام تمام و کمال گرفته بود. اون تو بعدش یه مسائل پیش اومد که من خواستم یه پولی ماهانه بریزم به حسابش که اونم نمیدونه این پول از طرف من ریخته میشه. این اواخرم که یه خط در میون ریخته. نه اونی هم که بهش دادی پول زور بوده. کدوم پول زور؟ من خودم خواستم بهش بدم. خدا بس دیگه انقدر دعوا نکنیم بس. ببین مهدی جان، اگه میخواد زنت اینجا با ما زندگی کنه دیگه نمیتونه پیش شما بره. باید یه دکتر دیگه انتخاب کنه. من حرفو بهش نمیزنم. پرستو زن من، اصیل من که نیست بهش بگم این کارو بکن اون کارو نکن. نمیتونی تعیین تکلیف بکنی کی باشون رفت آمد بکنه کی نکنه. خیلی خوب، پس بگو همونجا بمونه، اینجا نیاد. باشه میگم. دست تو از دستم نه.